سلام رفقا امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و هر کجا که هستید زندگی به کامتون شیرین باشه مهدی هستم میزبان و همراه شما در کانال امشب هم قراره که با هم پرونده ی عجیبی از تهران رو که مردی به داری پلیس آگاهی زنگ میزنه و توی گزارش عجیبی میگه که توی محله‌ای که اونجا سوپرمارکت داره یه دعوا به وجود اومده و متاسفانه این وسط دو نفر به شدت زخمی شدن پلیس هم بعد از این گزارش وارد عمل میشه و توی تحقیقاتش متوجه همه ماجرا میشه بررسی کنیم قبل از هر چیز خوشحال میشم اگه به این تیپ محتوا علاقه دارید حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله ی کنارش رو فعال کنید و اگر دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید چرا که با این کار باعث میشید خانوادهمون روز به روز بزرگ و بزرگتر بشه من هر شب ساعت 9 با یه پرونده جنایی همراه شما هستم بریم وارد پرونده بشیم تا ببینیم ماجرا دقیقا از چه قراره؟ 26 دی ماه سال 1401 مردی به اسم سعید به پلیس 110 تماس میگیره در حالی که به شدت نفس نفس میزده میگه توی یکی از خونه های محلهی توی نارمک دعوای شدیدی به وجود اومده و این وسط دو نفر به شدت مجروح شدن نیروهای پلیس بعد از این گزارش وارد عمل میشن و سری خودشون رو به محل مورد نظر میرسونن نیروهای آمبولانس هم با تماس سعید خودشون رو به محل میرسونن و فریبرز و سوسن رو که به شدت زخمی شده بودن به بیمارستان منتقل میکنن اما مامورا توی محل حادث با سعید ارتباط میگیرن و سعید میگه که مهران پسر حدودا 32 ساله ای که بعد از اینکه توی خونه درگیری به وجود میاد با چاقو به سمت فری حمله میکنه و اونا رو به شدت مجروح میکنه. سعید میگه منم اونجا بودم اما از اونجایی که نسبتی با این خانواده نداشتم و از طرفی مهران مسلح بود نمیتونستم کاری کنم. برای همین تنها چیزی که به ذهنم رسید زنگ زدن به شما بود. نیروهای پلیس مشخصات سعید رو یادداشت میکنن و بهش میگن که در دسترس باشه چرا که برای تحقیقات بیشتر بهش احتیاج دارن. اما قضیه دقیقا چیه و این وسط چه اتفاقی افتاده؟ سالها پیش خانواده ای صاحب سه تا بچه میشه. دو تا دختر و یه پسر به اسمای فرناز و الناز و مهران. فلیبورز و سوسن پدر و مادر این بچه ها با هم نسبت فامیلی داشتن و اتفاقا تو شرایطی با هم ازدواج کردن که خیلی به هم علاق مند بودن فلیبورز توی محله نارمک مغازدار بوده و توی کار خرید و فروش ابزارالات بوده و به لحاظ مالی وضعیت خوبی داشته حتی خونه ای که توی نارمگ داشتن برای خودشون بوده سالها از ازدواج این دو نفر میگذره و بچه ها بعد از گد... زروندن دوران تحصیلی به سن ازدواج میرسن. سوسن دو تا دختراشو هم به پسر فامیل میده و دخترها زندگی مستقل خودشون رو شروع میکنن. از طرفی برای مهرانم یه دختر از فامیل میگیره و اونم از اون به بعد جدای از خانواده زندگی میکنه. مهران یه جوون بی تجربه بوده و موقعی که ازدواج میکنه 24 سالش بوده. تازه وضعیت مالی چندان خوبی هم نداشته و پدر و مادرش براش عروسی گرفته بودن. این پسر با زنش سال اول زندگی رو با کمکهای های خانوادهش میگذرونه و نمیذاره که همسرش توی زندگی اذیت بشه. از طرفی هم آدم کاری بوده و مدام توی کارهای مختلف خودش رو امتحان میکرده تا شاید بتونه برای خودش م... مهارتی به دست بیاره البته اونطور که مشخصه فریبرز چند باری به مهران گفته بوده که بیاد کنار دستش رو با اون کار کنه اما مهران قبول نکرده این پسر سوای همه این بحثا یه مشکل اساسی داشته و از دوران دبیرستانش چند تا رفیق داشته و نمیتونسته از اونا دل بکنه متاسفانه رفیقاش هم آدمای درست و درمونی نشده بودن و هر کدوم درگیر روی یه چیزی بودن بیبندوباری اونا روی زندگی مهرانم اثر میذاره و این پسر از سال سوم زندگیش معتاد میشه مهران بعد از درگیر شدن به اعتیاد تقریبا همه چیزش رو میبازه اون توی خونه برای زنش روز خوشی نمیذاره و این زن و شوهر بارها و بارها با هم دعوا میکنن آخر سرم همسر مهران از اونجایی که دیگه نمیتونه با اون که هم موتاد شده و هم دست به زنداره زندگی کنه برای همین تصمیم به طلاق میگیره اما خانواده ها از اونجایی که با هم فامیل بودن چند ماهی سر این قضیه درگیر بودن اصلا دوست نداشتن که این زندگی از هم بپاشه ولی اونها هم کاری از دستشون بر نمیاد و این دو نفر از هم جدا میشن همسر مهران از اونجایی که این پسر دیگه آهی در بسات نداشته مهریش رو هم میبخشه و برای همیشه اون رو فراموش میکنه مهران بعد از جدا شدن از همسرش نه تنها زندگی خودش که زندگی خانوادهش رو هم سیا میکنه و با پدر و مادرش هم بارها و بارها درگیر میشه سوسنم بعد از همه این اتفاقات به مهران میگه که دیگه حق نداری که پاتو بذاری توی خونه منو تا وقتی که مواد و ترک نکردی تو پسر من نیستی پدرش هم کلا باهاش قطع رابطه کرده بوده و باهاش اصلا حرف نمیزده این پسر از چهار سال پیش با خانوادهش قطع رابطه میکنه و دیگه جدای از اونا زندگی میکنه حتی خواهرش هم با اون حرف نمیزنن مهران توی این سالها یه مدت توی خیابونا میمونده و یه مدت هم پیش دو سه تا از دوستاش اما این بی بند و باری روی اون خیلی فشار میاره و این پسر تصمیم میگیره تا زندگیشو از نو بسازه اون دو سال پیش در حالی که همچنان معتاد بوده مجددا به خونه پدرش برمیگرده و توی خونه دعوا را میندازه که شما پدر و مادر من هستید و باید به هم کمک مالی کنید تا دوباره زندگیمو بسازم مادری سوزنم میپرسه که چه کمکی این پسرم میگه باید مغازه رو بدید به من و من میخوام توش کار شروع کنم و بزنم توی کار الکتریکی فریبرز اما قبول نمیکنه و اونا بازم با هم درگیر میشن و نهایتا مهران برای بار دوم از خونه قهر میکنه و میره زندگی این پسر این بار روی یه مسیر دیگه حرکت میکنه یکی از دوستاش که آدم تقریبا خوبی بوده به اون کمک میکنه و با هزینه خودش برای مهران یه خوابگاه میگیره این پسر یه مدت توی خوابگاه میمونه و مرتزا توی تمام این مدت کنارش بوده اتفاقا باعث میشه تا مهران مواد رو هم ترک کنه این پسر بعد از ترک مواد توی یه سوپرمارکت به عنوان شاگرد شروع به کار میکنه و همه این اتفاقات مثبت زندگیش رو دیون مرتزا بوده مهران چند ماهی توی این سوپرمارکت مشغول به کار میشه و همه اون روزهای تلخ رو تا حدودی فراموش کرده بوده اما پدر و مادرش رو نه صاحب مغازه یه مرد حدوداً چهل ساله به اسم سعید بوده اونم آدم خوبی بوده و بعد از یه مدت که مهران توی مغازه اون مشغول به کار میشه متوجه میشه که این پسر با خانواده خودش چهار سالی میشه که قهر و باهاشون ارتباط نداره سعید با مهران کلی حرف میزنه و بهش میگه که این کار اصلا درست نیست و حتی اگه اونا تو رو اذیت کردن تو باید کوتاه بیای وگرنه آهشون تو رو میگیره سعید سعی میکنه تا کاری کنه که مهران با خانوادهش آشتی کنه اون با خونه مهرانینا تماس میگیره و با مادرش سوسن حرف میزنه اما سوسن میگه مهران رو بچهش نمیدونه چرا که اون رفته و معتاد شده و با اعتیادش باعث شده که خونه و زندگیشو به هم بریزه ما هم بهش گفتیم که هر وقت مواد و ترک کرد بچه ماست سعیدم به سوسن میگه که جای نگرانی نیست و مهران مواد رو ترک کرده و اون رو به اونجا میبره تا با هم آشتی کنن 26 دیماه سال 1401 بعد از چهار سال سعید مهران رو به خونهشو میبره تا با خانوادش آشتی کنه اما ماجرای دیگه ای اتفاق میفته مهران از لحظه ای که به جلو در خونه پدر و مادرش میرسه عصبی میشه و حتی با کفش وارد خونه شده بوده این پسر حتی به مادرش هم سلامی نمیده و همون جوری میره یه گوشه در حالی که عصبی بوده میشینه سوسن به سعید میگه که میبینید من که مادرش هستم حتی به هم سلامی هم نمیده و برام ارزشی قائل نیست با همین حرف سوسن فریبرزم که توی خونه بوده عصبی میشه و به مهران میگه که بلند شو و از خونه اون بره بیرون چرا که توی خونه اون برای کسی که به اونا بی احترامی میکنه جایی نیست سعیدم به سمت مهران میاد و میگه که ما برای آشتی اومدیم نه برای دعوا چرا داری اینجوری میکنی؟ اما به حرف هیچ کدوم گوش نمیده و شروع میکنه به داد و بیداد کردن و باز کردن کتاب گذشتهش و اینکه چه سختیایی کشیده و خانوادش کنارش نبودن خواهرزاده این پسرم که حدودا دوازده سالش بوده توی خونهشون بوده و سوسن برای اینکه اون حرفای داییش رو نشنوه میبردش توی اتاق و در رو میبنده فریبرز داد و بیداد مهران رو تحمل نمیکنه و باهاش دست به یقه میشه اما مهران کنترل خودش رو از دست میده و وارد آشپزخونه میشه و دو تا چاقو برمیداره و با اون به جون مادر و پدرش میفته مادرش سوسن خیلی خواه میکنه که کاری نکنه که بعدم پشیمون بشه اما مهران گوش به حرفش نمیده و چند تا ضربه به سینه اونو پدرش میزنه سعید با دیدن این صحنه وقتی میبینه نمیتونه کاری کنه سریع به نیروهای پلیس تماس میگیره و تو همین حین هم مهران از خونه فرار میکنه پلیس بعد از این ماجراها تحقیقات خودش رو شروع کرده بوده اما متاسفانه تو همین حین فریبرز به دلیل شدت جراحاتی که بهش وارد شده بوده جون خودش رو از دست میده اما سوسن سالم میمونه و بعد از مدتی که حالش خوب میشه همه ماجرا رو به پلیس میگه سوسن میگه که پسرش با بیرحمی تموم بدون اینکه ما کار بدی در حقش کرده باشیم چنین بلایی سر ما آورده و من حالا ازش شاکیم و میخوام که قصاص بشه چرا که شوهر من رو به قتل رسونده حدودا دو ماه از این ماجرا میگذره و پلیس هنوز ردی از مهران پیدا نکرده بوده که خبر یا آتیش سوزی از خونه سوسنینا مخابره میشه مهران دوباره به جلوی در خونهشون اومده بوده و این بار در و حیات خونه رو به آتیش کشیده و فرار کرده. نیروهای آتش نشانی اما سری آزم محل شده بودن و آتیش خاموش شده بوده و خدا رو شکر برای کسی اتفاقی نیفتاده بوده. تحقیقات پلیس همچنان ادامه داشته که بالاخره موفق میشن تا رد مهران رو توی یه ایستگاه اتوبوس تو محله آیت تهران بزنن و طی یه عملیات اطلاعی tea این پسر بازداشت میشه و به اداره پلیس منتقل میشه. مهران توی اعترافاتش قتل پدرش رو مجروح کردن مادرش رو رد میکنه، اما آتش سوزی رو قبول میکنه و میگه که به خاطر ای که از اونها داشته، دست به چنین کاری زده. نیروهای پلیس بعد از اعترافات این پسر، پرونده اون رو تکمیل میکنن و کیفرخواست اون رو صادر میکنن. مهران متهم به مشارکت در قتل و مبادرت در شروع قتل مادرش میشه دادگاه مهران هم برگزار میشه و قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه و مادر مهران که حالش مساعد شده بوده توی دادگاه درخواست قصاص میکنه و مهران وارد جایگاه میشه اما اتهام قتل پدرش رو قبول نمیکنه وکیل خانواده فریبرزینا اما صوتی رو به دادگاه تحویل میدن که صدای ضبط شده از اول تا آخر روز حادثه بوده خواهرزاده مهران توی اتاق با گوشی که داشته همه صداها رو ضبط کرده بوده قاضی پرونده هم با استناد به شواهد و مدارک موجود و همچنین همین صدا مهران رو به اتهام مشارکت در قتل پدرش و مبادرت در شروع به قتل مادرش و آتیش سوزی خونه پدریش محکوم به اعدام میکنه خیلی مخلصیم رفقا رسیدیم به انتهای پرونده خوشحال میشم نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید و پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به پسریه که مخ دختری رو توی اینستاگرام میزنه و هفت روز تمام بهش تجاوز میکنه رو حتما 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 ببینید